شاید گزینه خوبی باشه برای تیم ملی ما ها. من فکر میکنم خیلی گزینه خوبیه به خاطر اینکه در مجموع جواب داده. شما از همون اوایل که حساب بکنید تو از سال 2001 2002 که با بلاژویچ اومد هم تونست کمک خوبی باشه، بعد ها بعد از اون دو سال تونست سرمربی خوبی باشه، قهرمان بوستان شده و بله قهرمان شده، جام ملت ها هم بالاخره سومی آسیا، جام جهانی رفتیم، بله جام جهانی رفتیم، چقدرم راحت و ساده بله با اقتدار البته. و چیزی که هست اینه که به لحاظ فنی و به لحاظ روانشناسی مخصوصا خیلی قویه، با روحیات ایرانی ها خیلی خوب آشناس و خیلی خوب بازیکن های ایرانی رو میشناسه و نوع نوع مدل برخوردش یه جوریه که واقعا آداپتست با این بچه های فوتبال ما و بازیکن های ما. و از همه مهمتر به نظر من از ظرفیت بازیکن ها به نحو احسن استفاده میکنه، یعنی من فکر میکنم جزو معدود مربیایی که بیش از توان بازیکن ها ازشون کار میکشه و نتیجه هم میگیره. شما حساب بکنید سه سال و تو این فوتبالی که واقعا سخته بیای پشت سر هم قهرمان بشی و سه سال تونست قهرمان بشه، بله با اون شرایطی که خب بالاخره در این چه نقل انتقالم بسته بود و واقعا خیلی سخت بود، با 12 تا 13 تا بازیکن میرفت، حتی رسید تا فینال جام باشگاه آسیا. به نظر من مربی فوق‌العاده خوبیه برای فوتبال ایران. حالا میگم که حالا که آخرین خبری که داشتیم این که امیدوارم نمیدونم حالا هر چه که صلاحه ولی باز بتونیم با برانکو به توافقی برسیم، چون از یه طرفی هم عریض بهرامند که صحبت کرد گفتش که گفتش آقای وحید هاشمیان قراره حالا یکی دو تا بازی اول که حالا بازی مهمی هم از با کامبوج و هنگ کنگ داریم باشه تا در واقع مربی تیم ملی مربی جدید بیاد تا تو فروردین، ما فعلا با وحید هاشمیان میریم. این چیزی بود که عریض گفتش، در واقع گفتن که سوتی داد ولی سوتی نداد، حالا به هر حال خبری که شنیده بود و گفت دیگه. خب بالاخره وحید هم به نظر من آره بفعی سالها در تیم ملی بوده آشناست و چه بلون تو دوران بازیگریش، الان هم که خب مدت هاست تو این 6-7 ماهی که تو تیم ملی هست، به نظر من با رویت بازیکن آشناست، با تاکتیک تیم بالاخره، با ظرفیت ها همه چی رو خوب دستشه و خوب میدونه چی کار بکنه با این تیم. من فهم میکنم بعد بالاترین مدارک هم بوندسلیگا هم یوفا بالاترین مدارک مربیگری وحید داره از اون لحاظ هم بله آره بله. حالا به هر حال چیزی که من میگم شنیدم این که حالا آقای برانکو نیاد، علی دایی خیلی جدی تر از امیر قلعه‌نویی و یحیی گل محمدی حتی وحید هاشمیان نزدیک به تیم ملی، حتی میدونم با زبان قراردادش تقریبا یعنی توافق صورت گرفته بود، دو ساعت بعد یهو اعلام کرد که عذرخواهی کرد که من نمیتونم بیام. قاعدتا فدراسیون فوتبال خواسته از علی دایی که حالا فعلا در زباهن نره و وقتی هم قرار نره تا حالا به آقای قلعه‌نویی که سر تیم خودش هست، یحیی گل محمدی سر تیم خودش هست، به نظر میادش که علی دایی خیلی گزینه محتملی باشه برای تیم ملی. میگم حالا من تا اینجای کار فکر میکنم علی کریمی به پرسپولیس خیلی نزدیک، علی دایی به تیم ملی، فراد مجیدی هم که جای اسرامشی در